جلسه دوم از خوب یا خدا خوش اومدین چرا نیکویی بدون خدا کافی نیست اسم این جلسه هستش همه چیز از اینجا شروع میشه بذاریم به شما بگم که در پنج جلسه آینده میخوایم چی رو شروع کنیم در پنج جلسه آینده انگار که داریم خونه شما رو میسازیم میدونید خدا ساختن ساختمان یا خونه رو با ساختن زندگیمون مقایسه کرده هر وقت خونه ای می به یاد میارم زمانی رو که من و لیزا اولین خونهمون رو ساختیم اون اول زیربنا رو ساختن زیاد هیجان زده نبودیم رفتیم و خونه رو دیدیم گفتیم خیلی خوب خدافظ بعد شروع به ساختن اسکلت خونه کردیم می میتونستیم اتاق ها رو ببینیم بعد از اسکلت جای هیجان انگیز شروع شد اون موقع بود که آجر چینی کابینت ها برق چیزای دیگه داشت درست میشد این پیغام هم همینطور خواهد بود ما از زیر بنا شروع میکنیم و بعد به سراغ اسکلت میریم بذار بهتون بگم اگر زیربنو اسکلت محکمی نداشته باشی خونه شما در برابر طوفان ها مقاومتی نخواهد داشت پس اولین نکته ای که میخوایم درباره صحبت کنیم زیربناست و این هدف این جلسه است رومیان 3 ده تا دوازده میگه پارسایی نیست حتی یکی هیچ حکیمی وجود نداره همه رو برگردوندن و بی استفاده شدن نیکوکاری نیست حتی یکی پس مشخصه که از نظر خداوند هیچ کس نیکو نیست فکر میکنم میتونیم چنین نتیجه ای بگیریم حالا چرا اینطوره؟ چون همه ما برده متولد شدیم نه درسته شما برده متولد شدیم و من هم همینطور برده چی؟ برده گناه میدونی که تا مقدس میگه در رومیان باب شیش پیشتر بندگان گناه بودید بعد متوجه باشین وقتی که آدم و هوا از خدا نایتاعتی کردند و از درخت معرفت نیکو بد خوردن خدا گفت روزی که از آن بخوری خواهی مرد اونها جسمت نمردند مدت زیادی طول کشید تا در جسم مردند اتفاقی که افتاد این بود که اونها از زندگی در خدا جدا شدند ذات اونها تغییر کرد ذات اونها از شبیه خداوند بودن به شبیه خدای جدیدشان یعنی مرگ تغییر کرد بنابراین کلام میگه که آدم فرزندانی داشت که خرق شده بودن یا متولد شده بودند به شباهت خود آدم فرزندان اون در مرگ زاده شدن پس همه بشریت جدا از خدا متولد شده به خاطر کاری که اجداد ما کردن اما خدا ما رو دوست داره اون اونقدر عاشق ماست که میگه نقشه خواهم داشت قبل از اینکه اتفاق بیفته چون میدونست ما چی کار میکنیم تا ما رو برگردونه پس خدا قبل از بنای عالم میدونست ما چه کار احمقانه ای خواهیم کرد و گفت باشه اینا احمقند جهان و کس دیگه ای خلق میکنم که ما رو دوست داشته باشه نه چون خدا ما رو خیلی دوست داره میگه عیسی نیازه که تو خودت رو فدا کنی تا اونها ذات ما رو دوباره پیدا بکنن این رو باید بفهمید خداوند وقتی که زمین رو به انسان بخشید واقعا زمین مال انسان شد اون نمیتونست در الوهیت خودش پایین بیاد و ما رو نجات بده باید انسانی وجود می داشت که ما رو نجات بده به همین دلیل بود که عیسی باید از باکره زاده میشد چون اینطوری صد درصد خدا و صد در صد انسان بود مادرش انسان بود پدرش خدا بود پس ذات گناهالودی که ما باهاش زاده شدیم رو نداشت حالا باید متوجه باشید ما از نظر روحانی مرده به دنیا اومدیم مرگ روحانی به معنای عدم وجود نیست مرگ روحانی به این معنیه که شما از حیات حقیقی یعنی خداوند جدا شدید عیسی اینطور نبود او تنها انسانی بود که بر زمین راه رفت و خدا رو بی نخص از خود خوشنود کرد نیکویی حقیقی از نظر خدا پس عیسی تنها انسان بیگنا که تا حالا زندگی کرده بر صلیب رفت وقتی که این کارو کرد داوری ما بر او انجام شد او تمام گناهان ما رو گرفت گناهی که به سادگی به بنای نایتهایتی از فرمان خداونده عیسی مرد خود رو فدیه کرد در نتیجه کاری که کرد این بود که خون شاهانه خود رو ریخت تا آزادی ما رو بخره این فوقلاده است حال کتاب مقدس میگه که اگر به زبان خود اعتراف کنید او خداونده و در دل هامون ایمان داشته باشیم که خداوند او را از مردگان بلند کرد کاری که انجام داد به پای ما نوشته میشه یه جورایی مثل اینه که در دادگاه جنایی هستین محکوم به مرگین ولی مردی بیگناه میاد و میگه من این شخص رو دوست دارم میخوام من رو به جای او اعدام بکنین حالا دیگه شما رو اعدام نمیکنن چون اون بهاش به رو به جای شما میده این کاری بود که عیسی کرد کلام so, واضح میگه اگه به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است همه بگین عیسی خداوند است حالا اینجاست که ما به مشکل برمیخوریم چون انجیل نمیگه اگر بر عیسی منجی اعتراف کنید بلکه میگه اگر بر عیسی خداوند کلمه خداوند یعنی چی؟ کلمه خداوند معادل کوریوس هست به معنای ارباب، صاحب، مقام بالاتر. مشکل بنیادی الان اینجاست به خصوص در کلیساهای غربی چون اعتراف به منجی بودن عیسی آزادی و حیاتی تازه ایجاد نمیکنه. کلمه منجی 36 بار در کلام تکرار شده. کلمه خداوند 7800 بار. فکر کنی خداوند تأکید رو روی کدوم میذاره خداوند بودن موضع او رو اعلام میکنه منجی شرح کار اونه نمیتونیم از ثمرات عمل و استفاده بکنیم مگر اینکه زیر چتر خدایی اون قرار بگیریم ما برده به دنیا اومدیم اگرچه با اراده آزاد خلق شدیم ما باید انتخاب بکنیم که نجات رو با شرایط اون بپذیریم من دوست دارم اینطور به این موضوع نگاه کنم بیایم بگیم فقط این جزیره وجود داره و پادشاهی خیلی خوب این جزیره رو به پدر بزرگ شما میده ولی پدر بزرگ شما از اون جزیره محافظت و نگهداری نمیکنه اون شاه به پدر بزرگ شما میگه این کار رو انجام بده چون پدر بزرگ شما از جزیره مراقبت نمیکنه پس فردی شرور و همراهانش میان اونها پدر بزرگ شما رو از قدرت برکنار میکنند و والدین و پدر بزرگ شما رو به زندان میندازن پس شما در زندان به دنیا میایین شاه خوب میبینه که جزیره توسط این فرد شرور تصرف شده. پس میگه ما جماعتی که در این جزیره هستن رو نابود میکنیم چون فاسدند. اما شاه شما و پدر بزرگتون و بچه هاش رو دوست داره. پس شاه میاد با فرد شرور و همراهاش میجنگه و اونها رو شکست میده. شاه و سربازانش به زندان میان و درهای زندان رو باز میکنن او به شما و خانوادهتون نگاه میکنه شما خانواده بزرگی داریم و خدا میگه همه آزادین میتونین برین از زندان بیرون بیاین با من بیاین شما رو به قایقم میبرم و به کشور من میریم اونجا میتونین تحت حکومت من زندگی کنین حالا تصمیم با شماست شما میتونین تصمیم بگیرین بزن این رو بگم اگه شما به شما نگاه کنه و بگه هی شما آزادین شما باید با من بیاین این نوع دیگه یه ظلمه پس شاه میگه من به شما اراده آزاد میدم انتخاب کنین اگه تصمیم بگیرین که با اون برین به این معنیه که شما موافقید به سرزمین او برین و تحت قوانین او زندگی کنین نمیتونین از اون زندان بیرون بیاین و به سرزمین او برید و هر جور دوست داشتین زندگی بکنین باید مطیع حاکمیت اون باشین اگه تصمیم بگیرین از زندان بیرون نیاین وقتی که شاه رفت و کسان که خواستن با خود برد و یگانهای دریایی و نومدان و جزیره رو نابود میکنن همون سرنوشتی که نصیب فرد شرور میشه سر شما و کسایی که تصمیم به موندن گرفتن میاد باید متوجه باشی خدا هرگز جهنم رو برای انسانها ها خقل نکرد هرگز عیسی در متا با به 25 آیه 41 میگه ای مل اونان از من دور شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است اینو باید بفهمین که خدا جهنم رو برای شما خلق نکرده بلکه او برای شیطان رو خلق کرده ولی شیطان مردم رو با خودش به اونجا میبره به همین دلیله که خدا آدم و حوا رو از باغ بیرون میفرسته چون خداوند گفت اونها در روح مردن و اگر از درخت معرفت نیک و بد بخورن در اون شرایط برای همیشه باقی میمونن خدا میخواد شما را نجات بده و ذات خودش رو به شما برگردونه تا بتونین برای همیشه زندگی بکنید چون اگه خدا میگفت من همه رو به آسمان راه میدم به این معنیه که ذات موت، گناه و فساد وارد ملکوت ابدی او میشه و خیلی از بیگناهان آسیب میبینن به همین دلیله که خدا میگه شما باید انتخاب بکنید با من هستین؟ بذارین کمی بیشتر در مورد خداوند بودن او توضیح بدم. کولسیان دو شش تا هفت میگه پس همان گونه که مسیح ایسای خداوند را پذیرفتید همه بگین خداوند در او سلوک کنید. بذارین در ایسا ریشه پیدا کنید و زندگیتان بر او بنا شود. ما دیگه از درخت سنجش خودمون برای خوبی و بدی تغذیه نمی کنیم. حالا ما در او زندگی می کنیم. خداوند آدم و هوا رو اینطور خلق کرد تا در او زندگی بکنند. اینو رو در نظر بگیرین من و لیزا سی سال هست که با هم ازدواج کردیم لیزا آشپز بی نظیریه. من دوستانی دارم که بزنم میگن ممکنه به همسرم یاد بده چطور ماکارونی درست کنه در واقع یکی از اونها اونجا نشسته چون لیزا بهترین ماکارونی رو که خوردم درست میکنه لیزا آشپز ایه در سی سال گذشته یه جوری به بهش گفتم تو آشپز خبره منی عزیزم. شاید بارها این رو تکرار کرده باشم اما برای هزاران بار در سی سال گذشته به لیزا گفتم تو همسر منی در حالی که آشپز فقط از کاری که لیزا میکنه حرف میزنه اما همسر از موقعیتش صحبت میکنه وقتی داشتیم اون اوایل همدیگه رو میدیدیم در یکی از هم غذای مخصوصش رو درست کرد اون باعث عهد و پیمان در رابطه با لیزا نشد پذیرش ایسا فقط به عنوان منجی باعث رابطه ای محکم با ایسا نمیشه بارها شنیدم که مبشرین غربی نجات رو پیشکش میکنند ولی کلمه درباره دوری از گناه و مطیع خداوند بودن نمیگن مثلا میگن تنها باید عیسی رو منجی خود بدونید و فرزند خداوند میشید یا چرا عیسی رو امروز منجی خودتون قرار نمیدین یا بیاین همه دعا کنیم عیسی به قلب من بیا امروز من رو نجات بده متشکرم من که منو فرزند خدا کردی شاید پیغام های ما خوب به نظر برسن اما فقط بیانگر قسمت هایی از انجیل هستند و این به نظر من حکمت خدا نیست من فکر می کنم باید خودمون رو بسنجیم عیسی در مرقس 8 اعلام میکنه اگر کسی بخواد مرا دنبال کند باید خود را انکار کرده صلیب خیش را بردارد و به دنبال من بیاید زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد آن را از دست خواهد داد اما هر که به خاطر من و به خاطر انجیل جان خود را از دست بدهد آن را نجات خواهد داد اول از همه عیسی میگه باید خودتون را انکار کنین اون در چه حرف میزنه نمیتونین دو ارباب داشته باشین چون به جای میرسین که هر کدوم کار متفاوتی از شما میخوان و شما باید انتخاب بکنید. اگه خدای که از شما بالاتر رو انتخاب نکنین اغلب انتخاب های غلطی خواهید داشت احتمالا برای طبیعت نفسانیتون انتخاب های راحت اگه به نحوه بشارت عیسی به فرمان روای جوان دقت بکنین اگه واقعا دقت بکنین فکر میکنم لین بتونه به من کمک کنه لین بیا اینجا یه لحظه چند نفر از شما جوان ثروتمند رو در انجیل به خاطر دارین خب لین میشه اینجا فقط بیستی میخوام جای عیسی باشی من همون جوان ثروتمندم چند نفر میدون درباره که حرف میزنم جلسه قبل صحبت کردیم راجبش جوان ثروتمند از عرابه بنزش پیاده میشه شنل مارک آرمانی تنشه ساعت رولکس آفتابی داره همه همراهانش دور و برشن و با فخر به سمت عیسی میره و میگه چه کنم تا نجات یابم ای نیکو چند نفر میتونین ببینین رو دست رو بلند کنین یالا دوستان خیلی خوبه میدونین در واقع این اتفاقی نیست که افتاد بذارین کلام رو به شما نشون بدم خیلی خوبه به کلام نگاه کنین چون عیسی به راه افتاد مردی دوان دوان همه بگین دوان در برابرش زانو زد و پرسید چه کنم میخوام بفهمین که چه اتفاقی داره میفته عیسی در بین جمعیته کسی که در بین اون جامعه ثروتمندترین دوان دوان نزدیک میاد و میگه ای مال مینی کو چه کنم تا نجات یابم چه کار کنم تا حیات جاودان داشته باشم این اون چیزی که اتفاق میفته شما میگین این جوان میل به نجات پیدا کردن داشت بله بهتره باور کنید آیت حالا پیش اومده در خیابون‌های آتلانتا کسی سمت شما بیاد زانو بزنه و بگه چه کنم تا نجات یابم اگه پیش بیاد چی کار میکنیم بهش میگیم این دعا رو تکرار کن عیسی به قلب من بیا تو رو به عنوان منجی میپذیرم من رو به خاطر همه گناهانم ببخش حالا مسیحی شدی ای عزیزم در حالی که در مورد توبه چیزی بهش نگفتیم هیچ چیزی درباره پشت کردن به زندگی دنیوی نگفتیم فقط این دعای آمده رو بگو عزیزم حالا اگه عیسی از ما میخواست انجیل رو اینطور موعظه کنیم به این جوان میگفت باشه این دعا رو تکرار کن و دنبال من بیا اما میدونی عیسی چی کار کرد؟ میبینی که عیسی به زندگی این جوان نگاه میکنه و چیزی رو میبینه که پایان خوشی براش نمیسازه چون خدا بیشتر نگران اینه که چطور به پایان میرسونید تا وضعیتی که شروع کردین ما در آمریکا بیشتر نگران شروع شما هستیم تا پایانش و عیسی میبینه که اشکالی در مسیر زندگی این جوان هست و بهش دستوری میده و چیزی که ازش میخواد اینه که اون این کار رو انجام بده در مورد این جوان پولشه چون این جوان فرمان پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم ده رو از ده فرمان رعایت کرده و همه این فرمان ها مربوط به رابطه ما با دیگرانه اما عیسی فرمانهای اول دوم سوم و چهارم رو در زندگی جوون نمیدید چون این فرمانها مربوط به رابطه ما با خداست پس عیسی بهش میگه پسر جان چیزی بین تو و خدا وجود داره تو محبوبی غیر از خدا داری باید از شرش خلاص بشی باید خودت رو انکار بکنی عیسی به جوان نگاه میکنه و میگه هر چی داری رو بفروش به فقرا بده صلیبت رو بردار و به دنبال من بیا وقتی ای عیسی رو میگه کلام میگه عیسی به اون با محبت نگاه کرد و اینو گفت عیسی ای رو میگه میدونی کلام چی میگه به این گوش بدید مرد از این سخن نومید و اندوهگین شد و از آنجا رفت حالا فرض کنیم تو جوان ثروتمندی ظاهر غمگین به خودت بگیر و یه جورایی رو برگردون اما نرو ولی همونجا بیس و ظاهری غمگین داشته باش پسر جوان او عجب بازیگری هستی جوان با هیجان به سمت عیسی اومد ولی با غم و غصه از عیسی جدا شد میتونین عیسی رو با هیئت شبانی در کلیسای آمریکایی ببینین تاجرها میان میگن راستی عیسی ما روی این جوان شش ما کار کردیم بهش کلام دادیم اسم خودش رو روی کتاب حکاکی کردیم امروز خیلی با هیجان به جلسه اومده اما وقتی که موعظه تموم شد دیگه حتی نمیخواد دوباره بیاد عیسی چرا باید درباره این صلیب حرف میزدی نمیشد کارش رو راحت بکنی متوجهین میتونست فقط با یه امضا تمام هزینه ساخت و ساز ساختمونمون رو بده متوجهی با یه امضا پولدارترین آدم توی این منطقه است میلیونر نیست میلیاردره میتونست هزینه تمام سفرها رو بده میتونستیم فقرای زیادی رو غذا بدیم چی کار میکنی میتونستیم دخترها رو از قاچاقهای جنسی نجات بدیم ببین تو داری چی کار میکنی اگه اینطور شبانی کنی کلیسایی باقی نمیمونه آیا شما یا یکی از آشنایانتان به زبانی غیر از انگلیسی صحبت میکنید؟ آیا به دنبال تعالیم الهام بخش بیشتری از جان لیزا بیبر هستید؟ به وبسایت cloudlibrary.org که مخصوص دانلود کردن منابع و ویدیوهای رایگان است مراجعه کنید. زبان مورد نظرتان را انتخاب کنید. از کتابخانه جامع امام منبع مورد نظرتان را انتخاب کنید. کتابهای الکترونیکی، پیغامهای ویدیویی، کتابهای صوتی و تعالیم، برنامه‌های تلویزیونی، کتاب مقدس‌ها، برای اطلاعات بیشتر به وبسایت cloudlibrary.org مراجعه کنید. حالا روزی دارم دعا میکنم و روح با من حرف میزنه گفت پسرم متوجه شدی که من این کار رو نکردم؟ جوان غمگین دور میشه ایسا نگفت وایسا وایسا سب کن برگرد یه دقیقه سب کن سب کن تو یهودی؟ منم یهودیم امثال رو هم هر دومون میخونیم امثال 19 17 میگه آنکه بر بینوا شفقت میکند بر خداوند قرض میدهد بهت گفتم هر چی داری رو بفروش و به فقرا بده کسی که به فقرا میده در واقع به خدا میده و خدا بهش برمیگردونه میدونید من با شما کار دارم میخوام برکت بگیرین نه تنها به شما برمیگردونه بلکه صد برابر به شما میده پس شما میگین من آمادم آیا کلامی ای رو نمیگه؟ کلام میگه آنکه بر بینوا شفقت میکند بر خداوند قرض میدهد و خداوند پاداش کارش رو به او میدهد چرا عیسی این رو به جوان نمیگه؟ چون اگه به خوندن ادامه بدیم پتروس تازه از اتفاقی که افتاد شوکه است پتروس میگه واو واو صبر کن همه چیز رو رها کردیم و دنبال تو اومدیم چی به سر ما میاد عیسی میگه هر کس تو این دوره خانه خانواده دوستان سرزمینش رو ترک کرده و در همین زندگی صد برابر به او برگردونده میشه چرا این رو به جوان نمیگه چون عیسی هرگز گناهکاران رو اغوا نکرد تا اون رو دنبال بکنن عیسی خودش رو نمیفروخت اون به سمت پتروس میره و میگه به دنبالم بیا نمیگه به دنبالم بیا و من خدمت خوب آرامش و سلامتی به تو میدم متاسفم فقط یه قولی به پتروس داد عیسی گفت من تو رو سیاد جانها می کنم این تنها قولی بود که به او داد پتروس به خاطر کسی که عیسی بود به دنبالش راه افتاد اون خداونده اون شاه عالمه اون خالق منه اون خداوند تجسم یافته است اما اینجا در آمریکا عیسی رو مثل فروشندگان خود رو می فروشیم. از سود صحبت می کنیم و میگیم گیم عزیزم شما باید عیسی رو دنبال بکنید تو میگیم تا مردم بیان در حالی که مشوقه های دیگه ای رو هم دارن میرو so you know چه اتفاقی میفته؟ لازم نیست به کلیسا بری نیازی به دادن ده یک نیست نیاز به اطاعت از کلام نیست من ایسا رو دوست دارم اون با من خوبه دعای تو برم میخونم عزیزم پس من مسیحیم من رو اصلا محکوم نکن okay, you... متوجه هستین چی پروروندیم چون طوری که به دستشون میاریم همونطور هم نگهشون میداریم پس اگه قرار ایسا رو بفروشین تا به دستشون بیارین در آخر باید مسیحیت رو بفروشین تا نگهشون داریم حالا ما ایمانداران مصرفگرا شدیم نه ایماندارانی که تسلیم خداوند هستن واقعا چه اتفاقی داره میفته اگه جفای واقعی بیاد تو عالی بودی میشه تشویقش بکنی؟ خیلی ممنون. بازیگر خوبی هستی ایسان نگفت خوبه که خودتون رو این کار بکنید او گفت باید خودتون رو انکار کار بکنید صلیبتون رو بردارید و به دنبال من بیایید سلیب برداشتن یعنی چی؟ میتونید در غلاطیان دو بیست پیداش بکنید پولس میگه با مسیح بر صلیب شدم اون درباره به صلیب شدن فیزیکی حرف نمیزنه چون هنوز زنده بود که اینو نوشته پس داره راجبی چه حرف میزنه جواب اینجاست دیگه من نیستم که زندگی میکنم بلکه مسیح است که در من زندگی میکند و این زندگی که اکنون در جسم میکنم با ایمان به پسر خداست که من رو محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد راز اینه که او در عیسی زندگی میکنه درست مثل آدم و هوا که قرار بود از درخت حیات زندگی خودشون رو دریافت بکنن توکل کامل به خدا داشته باشند. و از او جدا نمونند حرف پولس همینه من زندگیم رو از عیسی استخراج میکنم مردم اکثرا وقتی میشنون خودت رو انکار کن صلیبت رو بردار فکر میکنن انکار خود انکار کردن خوده و برداشتن صلیب هم انکار خوده نه اینطور نیست صلیبت رو بردار به این معنیه که من زندگیم رو با پوری اون ادامه میدم رومیان 6:4 میگه تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوینی گام شش می 67 میگه میدانیم آن انسان قدیم که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد بعد متوجه باشیم چیزهایی وجود داشت که نمیتونستم از اونها آزاد بشم قبل از ایماندار شدنم ولی وقتی ایمان آوردم و یاد گرفتم چطور تسلیم عیسی که در من هست بشم و چیزهایی که قبلا نمیتونستم دل بکنم دل کندم دونید مشکل چیه خیلی از مسیحیان با گناهان زیادی دست و پنجه نرم میکنند با این حال آزاد هستند اونا به این دلیل درگیر گناه هستند چون ما بهشون یاد ندادیم چطور باید با عیسی زندگی بکنند از اون و تحت خداوندی اون قدرت بیابند مطمئنم مردم از مسیحیت خستند چون انجیلی توهی از خداوند به اونها عرضه شده و این یه انجیل بیقدرته. هیچی عوض نمیشه چرا؟ چون اونا صلیب خودشونو بر نداشتن مسیح نیست که در ما زندگی میکنه این در واقع نوع دیگه از مذهبه هنوز حواستون با منه خیلی ساکت اینجا فقط خواستم ببینم با من هستین یا نه عیسی به ما هشدار خیلی جدی میده عیسی هشدار میده بعد از رفتنش انجیل اعلام میشه و پذیرش گستردهی پیدا میکنه ولی نجات رو بدون خداوند عرضه میکنه. عاقبت این پیغام همگیر خدا رو به یک اسم تقلید میده و جایگاه خدایی که در زندگیامون داره نادیده گرفته میشه. اونا خدا صداش میزنن ولی خودشون رو انکار نکردن. به این خاطر عیسی در متا 7:21 اعلام میکنه نه که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاهی آسمان راه یابد بلکه تنها که اراده پدر مرا که در آسمان است به انجام رساند بیاین در این باره حرف بزنیم عیسی نمیگه هر کسی که بودا رو صدا میزنه یا هر کسی که کنفیسیوس رو صدا میزنه نه هر کسی که محمد میگه نه هر کسی که من و عیسی مسیح صدا میزنه دقت کنید که میگه سرورم سرورم همه بگین سرورم سرورم چرا سرورم دوبار نوشته شده چون ابرانی ها نویسنده های ریزبینی بودن اینطوری روی کلمات تاکید میذاشتن امروز در زبان انگلیسی اگه بخوایم روی کلمه تاکید بذاریم ایتالیک می نویسیمش یا پررنگ می نویسیمش نویسندگان ابرای دو بار می نوشتن دو بار نوشتن به این معنا بود که تاکید روی این کلمه هست اگه به داوود هنگام کشته شدن ابشالوم در دوم سموئیل نگاه بکنیم میخونیم، پادشاه روی خود را پوشانید و به آواز بلند فریاد زد ای پسرم ابشالوم ای ابشالوم ای, ای پسرم ای پسرم اگه اونجا بودین میخونین ای ابشالوم ای پسرم ای پسرم در اینجا تأکید و احساس غریبی وجود داره وقتی میگه پسرم چون پسرش تازه اعدام شده بود حالا ایسا وقتی میگه هر که مرا سرورم سرورم صدا زند در واقع اتفاقی که اینجا افتاده اینه که متا در معیزه سریکون نشسته و ایسا به اون نگاه میکنه و میگه نه هر که مرا سرورم صدا زند چون ایسا میخواست از کلمه سرورم استفاده بشه نمیگه نه, نه هر که به من بگوید منجی چون باید به خاطر داشته باشین که ایسا جای دیگه گفته چرا مرا خداوند صدا میزنی در حالی که آنچه میگویم نمیکنیم. وارد دیگه شما رو به من دادیم ولی زندگیتون مال خودتونه شما نیکویی رو جدا از حکمت من میسنجین با منین نه هر که مرا سرورم سرورم خطاب کند به پادشاه آسمان راه یابد بلکه تنها آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا ایسا عیسی کسانی رو که او رو خداوند صدا میزنند و تشخیص میده همینطور کسانی که احساس قوی نسبت به اون دارند این واقعیت که میگه خداوند خدا به این معنیه که اونها از نظر عاطفی درگیر مسیحیت هستند نه تنها این اگه آیه بعدی رو بخونین من واسطون از ترجمه مسیج میخونم آیه 22 میگه در روز داوری هزاران جولانده به من میگویند ارباب ما پیغام تو را وز کردیم بر دیوان تاختیم معمولیت تحت حمایت خداوند توجه همه رو جلب کرد این مردم فقط به اون خداوند نمیگن فقط در انجیل سرمایه گذاری احساسی نکردن بلکه پیغام رو موعظه کردن و در خدمت دخیل بودن ما معمولا به کسی که ایثار خداوند صدا میزنه نگاه میکنیم کسی که سرمایه گذاری احساسی کرده به خدا بودن او کسی که انجیل رو وضع میکنه یا کسی که درگیر خدمته و میگیم که چنین اشخاصی نجات پیدا کردند. با این حال عیسی میگه در آیه بعد هیچ کدوم نجات پیدا نکردند. چون نگاه کنید که در آقای بچی میگه اما به آنها به سراحت خواهم گفت هرگز شما را نشناختم از من دور شوید ای بدکاران حالا میخوام به یک چیز دقت بکنین. اینها نشونه های یک ایمان احساسش رو به خداوندی او سپرده انجی رو وضع میکنه در خدمت دخیله اینها نشونه های قطعی یک منداره اما لیست کاملی نیست چون عیسی چیزی رو میگه که جدا میکنه چون این ویژگی رو در ایماندار حقیقی پیدا میکنید اونها احساساشون رو به خداوند میسپارن داخل خدمت پیام جی رو وز میکنن اونها رو در هر ایمانداری پیدا میکنید تنها فرق بین این دو دسته اینه که این گروه شرارت یا بیقانونی رو پروروندن کلمه کلیدی پروروندنه اینها افرادی نیستن که هر از چند گاهی بگن او ایسا ببخشین نه اینا افرادی هستند که در گناه زندگی میکنن و میگن ای بابا رفیق سختگیری چقدر نمیدونی مردمی روسا با هم زندگی میکنن من دوست دخترم رو دوست دارم نگو این گناه یا فحشاز حرفای قدیمی ها رو نزن بیا تو قرن 21 داداش دوستش دارم با دخترهای دیگه رابطه ندارم فقط با اونم مسیحی هم اصلا میدونی چیه؟ این آخر هفته میخوایم بریم و به فقرا غذا بدیم آره من هم به همه دوستان بشارت میدم و از ایسا براشون میگم میدونی یه بار چی شد؟ به هوایی پرواز کردم و صبح زود بیدار شدم رفتم به هوایی رو دوست دارم چون زود بیدار میشم و فرصت خوبی برای دعا دارم کسی اونجا بود که اهل نیویورک بود و میگه مرد این جزیره فوقلاده یه نه دختراش باور نکردنی هن. همش درباره مهمونی های مختلف حرف می زد. ازم پرسید شغل چیه؟ گفتم خب من مبشرم. یه دفعه گفت خدا رو شکر. شوخی نمی کنم همینو گفت. گفت خدای من من عضو کلیسای موتور سوار های نیویورک هم. می چی کار می ما با مردم و به خصوص گنگ های موتور سوار بشارت می دیم. خدای من زن و دخترم توی اون اتاق بالان. داشتم با خودم فکر میکردم تو داری با من از دخترهای جزیره حرف میزنی بددهنی میکنی و درباره مهمونی و این چیزا فقط داری با من صحبت میکنی و هی دفعه مسیحی از آب در میای میفهمین وقتی کسی تحت خداوندی او بیاد میگه ما طوری که تو مایلی زندگی میکنیم طوری زندگی میکنیم که آسمان زندگی میکنه و خدا مشخص کرده همه دنیا فاسده متاثر از روح این زمان است و ما نباید اینجور زندگی بکنیم ما تحت خداوندی تو زندگی میکنیم و عیسی میگه اینها فکر میکنن حتما نجات پیدا کردن خداوند یک سال یک رویایی به هم داد در اواخر دهه هشتاد بود بدون اقرار سیلی از جمعیت رو میدیدم که آخرش معلوم نبود اونقدر زیاد بودن که نمیشد افق رو دید این مردم به دروازه اومده بودند در اون روی عیسی پشت من ایستاده بود همه اونا خداوند صداش میزدند و منتظر بودند که بگه بیا و در شادی ارباب خود شریک شو و من این کلمات رو شنیدم دوشین و خدا اجازه داد در این رویا صورت هاشون رو ببینم شدیدن شکه و ترسیده بودن یه دفعه فکر کردم یه دقیقه سب کن آیا میخوام حقیقت رو الان بشنوم یا تا روز داوری صبر بکنم شما رو نمیدونم ولی من ترجیح میدم الان بشنوم و من شما رو اونقدر دوست دارم خدا اونقدر شما رو دوست داره که بگه میخوام الان این رو بشنوی کلمه خداوند 7800 مرتبه در کتاب مقدس به کار رفته که از جایگاه خدا صحبت میکنه منجی 36 بار اومده تنها راهی که میتونین ایسا رو دنبال بکنین اینه که در اون زندگی بکنین وقتی در ایسا زندگی کنین در چند جلسه آینده خواهیم فهمید که میخواین او رو جلال بدید